سلام، میدونم امشب یلدا گرفتین و دوره هم جمع شدین. من عاشق همین سنت های ایرونی هم. خیلی ها مثل ما و شما امشب هندونا و انار ندارن، اما یلدا به ایناش نیست. هندونا و انار بهونه است. امشب با اون یه دقیقه بیشتری که دوره همیم گرمتر از شبهای دیگه است. واسه همین میخوام ازتون خواهش کنم تا به چیزی که میگم فکر کنی. شاید تجربتون کمکم کنه. اگه بعد کلی دوندگی یه کار پیدا کنین و بتونین به خانواده‌ای که به وجودتون نیاز داره کمک کنین، اما کسی که تمام زندگیتونه تحت فشارتون بذاره که باید برین، چی کار میکنین؟ میرین یا میمونین؟ در ضمن یلداتونم اومد. الان بازش میکنم. یه دقیقه دیگه این چند تا کلیه رو امتحان کنم بازش میکنم. بفرمایید. شما کلید سازی؟ امرتون بابا. دوستم هستی؟ دوست هستی یعنی شغل درست حرف بزن. پس واسه چی داری در خونه منو باز میکنی؟ مگه در خونه شماست؟ این آقایونی که اونجا این آقایون آقا بهمن آقا هوشنگ چون این آقایون به من گفتم بیا در باز کنیم. بهمن داری جان ما اینجا این چه خبره؟ بیاین چون بیان زودتر اومدیم که شما معطل نشید. باز شد بالاخره باز شد. بفرمایید بیدید آقا نگران بودید الکی تمام تلاشی این همه حال و هوایی که از شما تحویل گرفتیم همونو داریم به شما تحویل میدیم. عرض کردم آقا بی خود نگران بودیم. همه چی سرتون بود همین جانم آقا من اون کامران گور به گور شده رو آقا چی کارش کنم اصلا؟ کدوم گوری رفت آقا؟ شما یه رو به من اجازه بدین من مدارکو براتون میرسونم. نه خانمم دهم باید اونجا باشم، نمیتونم این پروازو از دست بدم.
باشه باشه، شما لطف کنید پروازه دیگر هم چک کنید. ممنونم. نرس میخوردید همه یه سب هر شب چه مهمونی میگیری داره؟ مهمونی چی آقا؟ این حرفی شبی چقدر میگیرید برای مهمونی ها؟ این حرفا چی آقا؟ من اصلا حالم خوب نیست. دستشوی کجاست؟ آه دستشوی داره بنده خدا. نه اونجا فکر کردم که سلام آزو. سلام آجا. من دیشب تالای تو گیر کردم، مهمونه مثلا مال من نبود. خوبی شهریار؟ مرسی زنش. بهادر رفته شرکت. میدونم. پس چون رفتی شرکت؟ چون اینجا کار داشتم. چی کار داشتی؟ اومدم دنبال مدارک بهادر. خیلی خوش اومدی. زحمت نکش آرش. مدارک چی؟ پاسپورت و کارت ملیشو میخوام. پاسپورت؟ پاسپورت برای چی؟ مگه چیزی بهتون نگفته؟ نه، چیزی به تو گفته؟ نه، چیزی نگفته. چی؟ نه، اصلا در مورد چی؟ مگه بعد چیزی بگه؟ آقا ما یه عادتی داریم، هر شب میایم به این ملک و املاکمون سر میزنیم. اومدم دیشب دیدم اینجا سر و صدا داره میاد، اومدم تو دیدم چه خبره. خیلی اصلا اوضاع ناجور بود. اومدم رفتم تو دستشویی، ما رو یعنی به زور کردن تو دستشویی. هیچ، درم که قفل، موبایلم هم که مونده بود بیرون، همینطوری مونده. آخ آقا راست میگید، من نمیدونم چرا همه خونه‌های قدیمی اول از قفل در دستشویی شروع به خراب شدن میکنن. اصلا باید کلا عوض بشه. نه 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 نه، اصلا کسی حق نداره دست به چیزی بزنه اینجا. آخه چرا؟ همین قفلا میدونه چقدر قدمت داره. آقا ول کن، شما با این قدمت بیچاره کردی ما رو. آقا من چیزا رو نمیدونم. من دست شما شکایت میکنم. عزیز من قربونت برم، شما به بزرگی خودت ببر. بله. جوونی کرده بیا بابا. بابا چیه اینکه بابا؟ چرا میگی بابا؟ بابای من به سن نمیخوره بابای تو باشم. اصلا ایشون کی هست؟ ایشون کارمند دونپایه ما. چند وقت اینجا مهمونی میگیری؟ من بوده 4 سال. 4 سال 4 ماه 4 سال تو 4 سال اینجا 4 ماه داره واسه ما کار میکنه. کجا 4 ماه؟ این تداقلیه. آها 4 ماه 4 ماه. من قول میدم اینجا رو تا شب سعی و سالم تحویل شما بدم. هر چی هم خراب شده بود هزینه‌اش خودم پرداخت میکنم. خسارتو که آقای شمال زاده بهم تعیین کنه. آقا را بیافرین. من این مسئله رو با آقای فرجام مطرح کردم. آقا فرجام، خب منم فرجامم دیگه. عجب گیری کردی. بودو چوشو بگی. آقا دروغ نباید بگیم. جن زدی ها، جن زدی. من نمیدونستم خب تو در دستشویی گفت میشه من اون تو گیر میکنم. خبر نداشتم که 4 ساله داریم این کار رو میکنم. آقا جان سیار پیداش کردم. پیدا شد ها؟ ممنونم آرش جان، ببخشید مزاحمت شدم. خودتون پیدا کردیم، ما کار نکردیم. خدافظ. خدافظ، خدافظ. آرش چی؟ بهادر میخواد بره خارج؟ بهادر نه بابا، میگه حالا اینجوری. آخه بهادر چه به خارج؟ فکر نمیکنم، مال این حرفا نیستش. آقا بنده شرمندم، من عذرخواهی میکنم از شما. حق کاملا با شماست. نه نه، ایراد از ماست عزیز من. بله بله. نه خیر، نه آقا، 4 سال ایشون کارمند ماست، اشتباه گفتن. نه بله بله، بفرمایید. بله پسر آقا هوشنگ هستم. نه خیر، نه ما دوست نداریم روابطتون با هم. نه نه نه، ما نمیخوایم واقعا روابطتون خراب شه. بله چشم. نه من دوباره عذرخواهی میکنم، شرمنده، ببخشید واقعا. خداحافظ شما. ببین به چه مصیبتی آدمو گرفتار میکنن. خیلی آبرو ریزی شو. نمیدونم کی بهش گفته کامران کارمند جدید ماست، 4 ماه استخدام شد. والا من نفهمیدم اینقدر این آقای سبزواری تونتون صحبت میکرد، همه مجبور بودن جوابشو بدن. ای بگم بهمن خدا چیکارت کنه.
بلایی به روزگارش بیارم که مرغای آسمون حالش گریه کنم. البته این آقا هوشنگ هم کم تقصیر نداشتن و به هوشنگ که نمیتونه ما چیزی بگیم که آن، ولی به بهمن میشه. ما هر چی میکشیم از دست این خاندان مشعشه. میدونی اگه روابط ما با آقای سبزواری به هم بخوره یعنی چی؟ یعنی 600 میلیون پر. 600 میلیون؟ نمیدونم از کجا فهمیده بود کامران پسر آقا هوشنگ. کار همون داداش پلیسشه، مگه میشد چیزی ازش مخفی کرد؟ خیلی بد شد. والا چه عرض کنم سیمین جون، الان که کارت بزنی خونشون در نمیاد، خیلی عصبانیان. نه استثنان زیر سر سیار نبوده، اونجا که من فهمیدم زیر سر آقا بهمن و آقا هوشنگ. بله بله من با شما تماس میگیرم، خداحافظ. بفرمایید. سیمین خانم بودن؟ مگه من باید به شما بگم که با کی دارم صحبت میکنم تو این شرکت؟ خب نه خیر، ولی به نظر من بهتره که همه چی رو بهشون منتقل نکنین. این شرکت یه مدیر عامل داره. ضمناً از این به بعد مسئولیت کلید تمام واحدها و املاک با شماست. هر کسی غیر از شما و بدون هماهنگی من و آقای فرجام اگه به این کلید دست بزنه شما باید جوابگو باشید. ای بابا آقای سیار، من هر چی نمیگم شما هی مسئولیت کاری من دارین زیاد میکنید. من یه منشی ساده ام با روابط عمومی بالا با حقوق جزئی، انقدر مسئولیت رو نمیتونم رو دوشام تحمل کنم. به هر حال خانم این یه دستوره. دستوره؟ بهتر قبل از اینکه به فکر دستور دادن به من باشین، به فکر پیدا کردن گوشیتون و مسائل خانوادگیتون باشین. آقا شما چی کار میکنه؟ من از صبح تا حالا دارم دنبالش میگردم. بچه‌ها پیدا کردن دست من. درس نامزدتونم صبح اینجا بودن. نامزد من؟ بله، خانم سجادی. خب چی گفت؟ یه سری حرفایی بود، بری خودمون رد و بدل شد. خسته نباشید آقای سیار، اتاقتون کاملا آماده است. اینم کلیدش. مبارکتون باشه. امری فرمایشی بود با خود من در میان بذارید. با اجازه. رها تو اینجا چی کار میکنی؟ سلام رها. فکر کردی منو پیچوندی دیگه؟ خوبی. من اصلا چرا تلفنتو جواب نمیدی؟ موبایلمو همین الان پیدا کردم، از صبح تا حالا نبود دستم. مگه منو تو امروز با هم قرار نداشتیم؟ چرا داشتیم. من بیا بریم تو اتاق، من بهت میگم. اتاق؟ بهت اتاق دادن؟ آره اتاق من، بیا بریم اونجا توضیح میدم اینجا نمیشه زشت. به خدا خودم هم نفهمیدم چی شد. دیدی که با چه عجله‌ای منو آورد اینجا؟ تا به خودم اومدم دیدم شدم مشاور با کلی گرفتاری. بعدش هم که تو یهو سر کلت پیدا شد. یهو سر کلم پیدا شد؟ ساعتتو نگاه کردی؟ خیلی دیر به خودت میای. تازه فهمیدم مسئولیتی که نسبت به کارت داری خیلی بیشتر از من و آیندمه. وگرنه به جای زخ کردن پست گرفتنت خیلی روک و راست می‌رفتی، همه چی رو می‌گفتی. به جان خودم سعی کردم، ولی اصلا بهم وقت نداد که اصلا حرفامو بزنم. بعدش هم الان که چیزی نشده، تا قبل از رفتنم من اینجا یه کمی کمکشون میکنم. قبل رفتنم هنوز به خانوادت نگفتی؟ کامل نه، ولی من گفتم. واقعا گفتی؟ بله گفتم، بالاخره که باید میفهمیدن. خب رها اشتباه کردی دیگه. خب بابام خب نترس، به بابا ولی نگفتم، فقط آرش و شهریار. خب دیگه بهتر. اصلا این کارا چیه تازگی داری انجام میدی؟ این کارا چیه؟ خیرت سالم قراره زنت بشم، یک سال خودم آیندم و معطل خودت کردی. باشه حالا ساکت باش، از تسلیم باشه. من فقط گفتم اگه میشد به خودم میگفتی تا بهشون بگم، اینجوری نه ناراحت میشن نه فکر بدی راجع به ما میکرد. میخوای اصلا به خاطر اینکه فکر بد نکنن نریم؟ تیکه میندازی؟ نه خیرم، خودم هم امشب بهشون میگم، البته اگه آرش جلو خودش نگه داشته باشه. میگی؟ بهشون رها میگم. اگه نگی خودم میگم. گفتم میگم دیگه. خب باشه، یه خبر دیگه هم برات دارم. چی؟ بلیط همون هم رزرو کردم. خسته نباشی. خسته نباشی آقا بدی. شما خسته نباشی. نمیدونی این جاده و این رانندگی چقدر حالم خوب کرد. خب خدا رو شکر، این تازه شروع بود، انشالله سفرهای بیشتر. انشالله. سلامتی بس. خب دم شما گرم. خیلی سلام برسید. ان شاء الله سفرای بعدی. قربونت برم. نمی‌فهمی تو. قربونت برم زودتر به رها برسم. یعنی خداحافظ. آقا ما گندی زدیم شنفتنی.
ما این کلید صدا برش بردیم دم امارت. خب کلید که نداشتیم. این پسر توپلی اومده واسه خودش کلید میداخت و اینا درم رفت اسما کنه. دایی هوشنگم که از داره هوشنگی هوشنگ. ای بهمن اینجوری میگه مامان شاکی میشه. برای چی شاکی بشه؟ مامان اتفاقا باید بسیار انتقاد پذیر بشه به خاطری که همه میدونیم که دایی ما لحاظ ذهنی مشکلات عدیده داره. حتی نداریم. کامرانو بگوییم مثلا کجا ممکنه باشه؟ روم به دیوار خیلی ببخشید تو توالت بود اومد بیرون رنگ به صورت نداشت یعنی اصلا نمیتونه حرف بزنه نفس جا بعد نمیست به کیچ چی میگه البته تو شانس آورد گیره بابا نیفتادی وگرنه کلت رو میکن بچه شدی همو من چوندنم کلت رو بکن من 30 سالمه خب بشین آذر بله بابا حق داشتن عصبانی بشن شما باید به بابا احترام بذاری تو بسیار بچه بی‌تربیتی هستی به خاطری که به پدرت احترام نمیگذاری و سوء استفاده گر از موقعیت پدر درایت به خرج دادن ماشین ازت گرفتن درایت خوب اومدی حالا یک سحره از درایت بابا براتون اجرا میکنم در جلسه نشستیم همه دور تا دور بابا بهمن شما ماشین رو تحویل میدی آقای تیرداد شما هم منبعد دیگه تو اون اتاق فکرسری نمیرید و همه دوربین و این آتاشخانت رو ور میدارید ویلون و زلون میرید تو شرکت البته من هیچ مشکلی ندارم وقتی بابا صلاح میدونه که وسایل بیرون باید ریخته شه یعنی که بیرون باید ریخته شه مشکلی نیست خاک بر سرت حیفون نونی که من تو سفره تو گذاشتم بابا باید از خداش باشه که بچه باهوشی مثل من داره حالا فکر کنم من این قضیه رو ول میکنم اینطوری نیستش که من میرم اینو میذارم تو کاسه مامان مامانو میندازه به جون بابا چش و چال واسه من نیا من حرفی که بخوام بذارم میزنم بابا سلام پدر سلام شما این بابا آره منم اومدم غیر از ماشینی که ازت گرفتم بقیه حقوقتم بازم تو دستت پدر جان اگه میشه که مرغای آسمون به حالت گریه کنه اگه میشه ببخشینش من به خاطر من این جوونی کردی خودت تو یکی حرف نزن مشکل اونه اصلا تو پروندت زیادتر از اینه وقتی حقوق جفتتون رو کم کردم اون وقت میفهمی چه غلطی کردی اینجا چه خبره؟ چرا با این بچه اینجوری میکنی؟ مگه گوسفنده؟ ماش شخصیت من توهین نکن اینجا هیچ خبری نیست فقط شازده پسرات به اضافه فامیل مشعشعت آبرو و حیثیت منو پیش بهترین مشتری بردن باز پای فامیلای منو کشیدی وسط فدای سرشون یه مشتری دیگه جدا؟ بله آقای سبزواری بهترین ملاک این شهره که همه آرزو میکنن باش کار بکنن همین آدم از صدقه سر جناب عالی هرچی از دهنش در اومد به من گفت با هزار بدبختی تونستم کاری بکنم که به شکایت و شکایت کشی نرسه وگرنه الان جفت پسرات به اضافه برادر محترمتون تو دادسرا داشتن آبخنک میخوردن به خاطر آسیب زدن به اموال فرهنگی چی میگه سعید؟ خیلی خوب دیگه دست از کدورت برداریم من الان میرم پیتزای خوب میگیرم برای شما پپرونی مخصوص میگیرم که دلی از عزا در بیاری میخوام وقتی برگشتم صداتون تا سر کوشه بیاد حالا بخندید بله خدا رو شکر اینجا بله موبایل برای چی؟ آذر اینجاست کاری باش نداری منظورمو که میفهمی بله من براتون مشابه بدونه بفرمی بابا جو، اله قربونه تو مبر شما بکن شما رو دوست دارم شکمتون رو دوست دارم بابا من میرم یه دوش بگیرم و یه قهوه بخورم تا یه روب دیگه هم بر میگردم دلم هم نمیخواد هیچ کدوم از این مسائل دیگه بشنبه بابا شما عجب آدم های نامردی هستید آقا چرا یه علامتی ندادید به من؟ رنگی دیگه دو ساعت رو بهت نشون میده اشاره نمیکنه. اشاره چی آقا جی؟ یه تیکه فقط بگو سلام پدر جان. من میفهمم دیگه. مگه شما داشتی چیکار میکردی؟ هیچ. داشتی مثلا راجع به مسائل شرکت و اینا مثلا حرف میزدی. خوبی؟ آره خوبم. چه خوبی؟ چیکار میکردی؟ یکم به خودم اختلاط میکنم نباید با خود حرف زنی با من باید حرف زنی و داشته تمام یک کوچولو خصوصیه بچه شدی یا من میدونم چیه ماجرا از کجا میدونی؟ آن رها به بابا که چیزی نگفتید بابا ولی میتونم ردیف کنم که یه جوری به بابا بگی جدی میگی؟ به خاطر همینه که فاصله گرفتم از شما برام سخته
سخت نیستش دیگه الان اینترنت اومد و فیس تو فیس با هم حرف می‌زنیم تو چت. آره این اینترنت هم دردسر شده برام. باشه موفق باشی هر کسی موفق باشی. خب حالا پاشو برو بیرون. خوش گذشت بابا. عالی بود. جات خالی. میگم این آقا ولی هم خیلی خوش سفره. سر را من رو برد کاشون یه جایی که تا به حال نرفته بودم. کلی چیزای خوب خریدم. پس حسابی بهتون خوش گذشته. حسابی. تو چیکار کردی؟ چیکار کردم؟ امروز بعد از کلی بدو بدو آخر بلیطا رو رزرو کردم. خوشحال نشدی بابا؟ چرا؟ خیلی. برای چایی بریزم؟ نه. خیلی خوب رفت همون. خیلی خوب بچه ها. شما تو این ماجرا هیچی نمیگین. ما اول باید یه فکری بکنیم. مادر جان چه فکری کنیم؟ اتاق من رو ازم گرفته داده به اون پسره. وقت زهر ما. وقت تو این شرط شما میگی که من هیچ کاری نکنم؟ ماشین منو بگو مامان. بی خود و بی جهت گرفت. حالا اینا همه به کنار. از فردا که میخواد خورده فرمایشای این آقا رو تحمل کنه. مشاور مدیرعامل در امور اجرایی. مامان جان شما میگی دست رو دست بذارین؟ نه. پس میخواین دست به دست هم بدیم به مهر. نکن آقا جون میگم شوخی خود ندارم. بچا نکنین دیگه ماجرا جدیه. اه. اتفاقا این درست میگه. انقدرم بالا پایین نپرین دیگه. شما باید یه کمی صبر کنین. با هم متحد بشین. من میدونم با این چیکار کنم. به موقع ضربه رو بهش میزنین. مادر جان چه صبری؟ تمام وسایل منو ریخته تو انباری. من همین الان باید اقدام کنم. اه؟ آره راست میگه. من اگه ماشینو ازم نگرفته بود، میدونی چیکار میکردم؟ چیکار؟ باهاش رو به هودو رد می‌شد. بهمن. از ایده است دیگه. تفکر. چه جوری می‌کنی امشب؟ آقا جون توضیح کردی چی شد؟ امروز اخبار میگفتش که اولین پیونده بین مغز انسان و گوسفند و یه دونه ایرانی زده. عجب آدمایی. یعنی اصلا هنرمنده واقعا. من بهش افتخار میکنم. منم افتخار میکنم. اصلا من تعجب کردم نمیدونم. اصلا آدم عشق میکنه. آدم میبینه رو جرایت رو ده روزنامه ها اینا عکسش اصلا عشق میکنه. نمیدونم چی. میگم خدا کنه این آدما برگردن تو همین مملکت باعث افتخار این مملکت بشن. میان آقا جون میمینا شهریار. آره. من و شما نمیبینیم که مثلا یا دکتره هستش همین دکتری که الگوی من حالا راجعش بیشتر حرف میزنم. 6 ماه اینجاست 6 ماه اونوره. اونور میره همینجوری اصلا علم و اینا جمع میکنه میاد تزریق میکنه 6 ماه دوم اینجا. مثلا مثالشو بخوام براتون بزنم مینا شهریار یه ژاپنی بخواد مثلا بره بافتن قالی کرمون رو یاد بگیره چیکار میکنه؟ میره یز. خب میره کرمون دیگه اسمش روشه. کرمون آفرین. کرمون میره. آره کرمون میره. میره یاد میگیره. سفر اصلا چشم آدم رو باز میکنه آقا جون. یعنی میری همینجوری تلسکوپی آمازون برزی همه جا میری. میری جمع میکنی میاد میپاشی تو کشوره. راست میگه آقا جون. من باش موافقم. خودم هم خیلی دوست دارم برم تایلند یه دوره آرایشگری ببینم. اگه شما اجازه بدید. آرایشگری که همین سر کوچه میتونی بری یاد بگیری. اسم این دکتری که گفتی افتخارم چیه؟ دکتر کدوم دکتر؟ همین که باعث افتخار تو الگوته. دکتر علی جناب. علیه؟ دکتر علی جناب. معروف آقا جون. حالا دوره جدید مال ماست. ما مقالهامونو با شهریار مقالهاشو میخونیم. اینا. حالا داریم دنبال میکنیم ماجراشو دیگه. ولی ببین خوب گوشاتو باز کن. اگه فکر میکنی با این حرفا رویای رفتن خارج رو تو سرت میپرونی گور خوندی. تو اگر خیلی مردی تو همین کشور علم بیاموز خب خارج رفتنت پیش کشه. الگو میخواه موفق میخواه تو این کار اینا. لیسانس گرفت فوق لیسانس گرفت واسا تو این مملکت داره چی خدمت بدن. متوجه چی دارم بگم؟ چند تا دانشکده اومدن دنبالت پذیرش دادن ولی نرفت. همینجا مون که افتخار آمیز باشه. همینجا باشه. کجا رو انتخاب کرده؟ خانواده خودشو. کشور خودشو. خب؟ تو هر جا که بخوای میتونی افتخار آمیز باشی. حتی تو زیر زمین خونه خودمون. خودشو. درسته؟ مثلا همینجا. موافقم. خونه خودش. حالا که
فکر میکنم اینم عجب اشتباهی کردم. من معذرت بخوام ازت، ببخشید. نه تو لطف کردی به من، تقصیر خودم، خودم باید همه چه به خودم میگفتم. همیشه تو مهربونی ها، ولی من میگم به شیرین. نه 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 شیرین نه، ما نگیم به شیرین. آره درگیری دارم اون اصلا. شهریار هم خیلی گزینه خوبیه. ببین شهریار بریم بگیم، همچنین آقا جون حرفشو خیلی بهتر میخونه به نظر من. من میگم بریم به شهریار بگیم، چون آقا جون اصلا بچه هست اون آدم. اون کارا مگه بچه بازیه؟ بریم به شهریار بلنشیم بریم بگیم. راست میگی، ولی اینه که دم که برمیداری جذاب میشی. آمان برحال به به عجب چیزی، چه دودی هم میکنه. اوه 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 اوه، ولی جنس هم جنس های قدیم ها، چه دودی داره میکنه. اوه 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 موت. جنس هم قدیمیاش بهتر بود، چینی که شده. بزنیم سره. خوبم. تو به خوب بودن من چی کار داری؟ اگه برات اهمیت داشت که فکر رفتن تو سر این بچه نمینداختی. حالا هم که به خواستت رسیدی و این بچه رو ازم گرفتی، دیگه دل دماغ هیچ کاری برام نمونده. بگو، میشنوم. بابی، آرش معتاد شده. معتاد شده؟ بابی، آرش معتاد شده؟ تو از کجا میدونی؟ این چیلی اینجوری خوابیده؟ خودتون رو کنترل کنید پدر جان. این چیلی اینجوری خوابیده؟ چیزی تصدیق نکرده. کی تالش؟ بلند شو بینم. آقا جون، بلند شو بینم. با چی شده؟ تو چرا تا الان خوابیدی؟ خواهش میکنم احساسی برخورد نکنید. اون یه بیماره. بابا به خدا، بابا ولم کن. چی شده؟ جیباشو بگم. جیبه کیو بگم؟ مگه چی شده؟ چرا این کارا رو میکنی؟ از کی شروع کردی؟ چرا دیشب تا الان چرا نخوابیدی؟ الان نخوابیدم دیگه. خب الان چرا نخوابیدی؟ الان خوابیده بودم. خب چرا تا الان خوابیدی؟ آقا جون چرا تا الان خوابیدی؟ خواهش میکنم پدر جان. خواهش میکنم باشی آروم برخورد کنی. ببین تو هر وقت که بخوای میتونی ترک کنی. فعل خواسته رو صرف کن. از این بعد کلاسای دانشگاه تعطیل. باید بری تو کمپ کلاس برگزار. معتاد چیه؟ کی معتاد شده؟ بابا آقا جون ولم کن. چیکار داری میکنی بابا؟ جورابشو میگیری. جورابش دارم. جوراب من چیزی نداره تو. ای بابا نوع مصرفت هم به ما کمک میکنی. بابا من بذار من توضیح بدم واسه چی آخه. اون نمیداد قبلا. بابا من این شب آخه داریم بیدار بودم که باید این گزارش رو تحویل میدادم. تو چی خوردی؟ چیکار کردی تا امشب باید گزارش فوتبال تحویل بدم؟ گزارش چی؟ خواهش میکنم اینطوری برخورد نکن. تو هیچ وقت تو من نمیخوابیدی. نظر پدر جان این کارو نکن. هر خواشگریش هم به خاطر گزارش چی؟ خواهش میکنم گزارش فوتبال رو باید تحویل بدم. یه گزارش امشب باید تحویل میدادم. پس کی میگه تو اعتیاد داری ها؟ کی میگه؟ کی گفته من به خدا اعتیاد چی هستم؟ یعنی معتاد نشدی؟ نه نه معتاد چی هم؟ همه گزارشگر فوتبال معتاد. نه بهادر چه حرفی داری میزنی؟ ما اشتباه نه شما اشتباه الان اشتباه کردین دیگه. خب شما اس نخور پدر جان. اینا همه به خاطر به خدا من معتاد نشدم. یعنی مصرف نمیکنی؟ یعنی تو معتاد نشدی؟ بس اگه یه روزی خواستی مصرف کنی به من بگو. باشه باشه میگم. بگی بخواب بابا. ولی جونم بو میده. اه اه آدم بی هدف ها. سلام علیکم. خوبی؟ صبحتون بخیر. صبح شما هم بخیر. احوالتون چطوره؟ تشریف بیارید با هم بریم برای شرکت. کجا؟ آقای فرجام دستور دادن بیام خدمت شما که بریم شرکت. نه اصلا لازم نیست. ایشون خیلی لطف کردن. شما هم نباشید. خواهش می‌کنم سوار شید بریم شرکت. خب میگم که من اینجوری راحت‌ترم. خودم میرم. ایشون درخواست کردن که حتما تشریف بیارید. نه نه من اینجوری راحت‌ترم. شما هم می‌بینمتون تو شرکت. باز دستتون. آیسیار. قربان شما. قربان. آیسیار. بهادر خان. چرا به هم ریخته ای؟ اتفاق خاصی افتاده؟ نه بابا چیزی نیست.
عجب آدم عجیبیه این بهادر. چطور؟ بابا صبحی پا شدم رفتم دنبالش، میگم بیا شرکت، بفرمایید سوارشو برسونم تو، میگه نه شما برید من خودم میام. نه این به خاطر از زرنگیشه، این پسره میخواد یه جوری خودشو دل همه جا بکنه. خواهش نشی یا. نه بابا حواسم بشه. فردا میخواد برگرده بگه شما مدیر داخلی نباید میرفتی دنبالش، خود شیرینی کنه. بگه خودم میام. ببین هوشنگ خان گول قیافه این خنگی این پسره رو نخونی، خیلی بچه با سیاستیه. حواسمون هم نباشه کار دست همه اون. نه بابا من یکی حواسم هست، شما مراقب باشید. سعید چیه باز؟ خب اگه قراره اینجوری جواب بدی که هیچی. ببخشید جانم، بفرمایید. آخه تو چرا با بچه ها اینجوری میکنی؟ خدا رو خوش نمیاد. اتفاقا این یه موردو خیلیم خوش میاد. ندیدی دیروز چه آبروزی کردن؟ تو چرا فکر نمیکنی یه جای کار ممکنه خودت مقصر باشی؟ اتفاقا این دفعه چون میدونم مقصرم دارم این کارو میکنم، وگرنه اگه مثل قدیم بود که همون آش بود و همون کاسه. کدوم پدری اتاق و ماشین از بچهش میگیره میده به یه غریبه؟ پدری که وقتی میبینه بچهاش قدر چیزایی رو که دارن نمیدونن و یه آدم غریبه‌ای بدون هیچ چشم داشتی داره به همه کارا سر و سامون میده، این کارو میکنه. ساده ای دیگه. کی به اندازه فامیل دلش برای آدم میسوزه آخه؟ چه؟ حالا ما فامیلدار شدیم، تا حالا که فامیل نداشتیم که. اگه منظورت بچه ها من، که اونا در حال حاضر به اندازه 30 آدم غریبه دارن به خودم و شرکت آسیب میرسونن. حالا وقتی فهمیدی این پسر تو رو فقط به خاطر پولت میخواد بهت میگم. فقط امیدوارم تا اون موقع خیلی دیر نشده باشه. نه یارا نباش، دیر نمیشه. ببین میدونی اشکالت چیه؟ بفهم. تو اشکالت اینه که به حرف من گوش نمیدی. گوش میدم. میدونی چرا؟ چرا؟ برای اینکه دارم میبینم یه آدمی بدون هیچ چشم داشتی، بدون اینکه سوء استفاده بکنه، برای اولین بار داره کارشو درست انجام میده. آقا فهمیدی صبح چه اتفاقی افتاده؟ آقای فرجام هوشمند و فرستاده دنبال این پسر سیار. پسرم خودش رو لوس کرده، اصلا سوار ماشین نشده. آره شنیدم. این نشونه خوبی برای شما نیستا، موقعیت کاریتون رو به خطر میندازه. ولی ما نمیذاریم بچه شدی همچین زیرا بشه میذاریم دیگه، پاشو تو شرکت نذاره. زیرا بشه میذاریم. این یه جوری قاپ فرجامو دزدیده دیگه، دستمون به جای بند نیست. آره اینو راست میگه. با زیرا زدن و این چیزا کار درست نمیشه. من میگم که یه موتوری چیزی بگیریم میفرستیم سراغ این پسره، به کاری بکنه یه شیشه افمون بخوره تو. مگه شما دیوانه این الان؟ عزیزم خودتونم میدونید، منم میدونم، پاتون از این شرکت بذاریم بیرون یه دونه دهشایی کاسب نیست. فقط باید حواستون رو جمع کنیم، گاف ندیم. راست میگی دیگه، ما که کاری بلد نیستیم، میریم بیرون گشنه هم میمونیم. ببین صبح به صبح شما یه دونه سیب میخوری یه کاسه سیراب شیم. ببین گوش کن، برای کار عالی انرژی میگیری و قوی میشه. سلام، صبح بخیر. بفرمایید. پرونده های مربوط به پروژه سامان رو میخواستم مطالعه کنم. این وقت صبح؟ پرونده مطالعه کردن که صبح و شب نداره که. آه مثل روزنامه. نه نه میخوام بررسی کنم. برو بایی بنی. بیدام خیلی پرت و پلا نگیم، بریم بکارتون برسیم. جانم آقای سیار. آقا چی میخوای؟ شما مطمئنید اینجا بایگانیه؟ بله. خب پس چرا این شکلیه اینجا؟ من کسی از شما میپرسه شما چرا این شکلی؟ اینجا هم همین شکلیه. نه خب البته کسی زیبایی شما رو نداره تو این شرکت. خب چی میخوای سیار جان؟ پرونده‌های مربوط به پروژه سامان اگه میشه. پروژه سامان. خب اگه امکانش نیست میدم 10 دقیقه دیگه. نه بابا اینجا چیزی نیست که. بیا این پروژه سامان. این پروژه سامان؟ بله بفهم. خب این که خیلی خالیه. شما همین چند برگشو مطالعه بکن، بعد من بقیه‌شو برات بعدم پر میکنم. من به عنوان مشاور جدید آقای فرجام اگه امکانش باشه میخواستم یه خواهشی بکنم که هر چی زودتر اینجا رو سر سامون بدین. امکانش هست؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه اینو خود آقای فرجام باید دستور بدن، نه شما. امثال شما تو این شرکت میان و میرن، ولی این آقای فرجامه که فرجام میمونه. متوجه شدی؟
بله خیلی ممنون به هر حال کمکت. فقط از کنار برو که به این پرونده ها نخوری نظمش به هم برسه. چی دادی بهش؟ پرونده پروژه سامان بود. آقلان گفت قبل از اینکه هر پرونده رو دست این پسر بدی بدی به ما که تمیزش کنیم. من خودم تمیزش کردم، به دست بهش کشیدم رفت. صفا، تمیز کردن پرونده ها منظورم ردیف کردنشونه. آه بله باشه چشم. یه ذرم اینجا رو نزد بهش بده تا یه شهر دیگه را نیفتاده. یه ذرم حواستو بیشتر جمع کن. باشه باشه چشم. برو شما خیالت راحت بشه. بفهم نزم که درد موتر چرا خوروپوف میکنی نمیذاری درسون بخونم؟ خوروپوف نکنی که نمیذاری درسون بخونم. من خوروپوف کردم؟ آره. کیف ساعت چنده؟ آخ 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 باید اینو تحویل بدم. بیا گوش کن، بیا گوش کن برم. من داشتم گوش میگردم برات میذارم گوش کن برم. بسا قشن برم. بگیر بابا ما رو مسخره کردی، بذار درسمون رو بخونیم. موج منفی. بله سلام رخون. بله بله در خدمتیم. اون سر تو مشکله، میخوای بده مشکلش نشونیمون برسه نشونیمون بده کن میگه آقا اینو بده پرونده رو بره بده همون یکیو خب الان شما مشکل دارین که این پرونده مشکل نداره؟ بله یعنی نه اینکه هیچ عیب و نقصی وجود نداره، یعنی اینکه یکی از همکارای خودمون اینا رو داره تمیزشون میکنه. من خواهش میکنم که این اتفاق نیفته. بفرمایید. آقای سیار این بدبینی تا کی؟ شما ناراحتی مثل اینکه همه چیز این شرکت رو حساب کتاب؟ نه من واقعا بدبین نیستم، من فقط یه مقداری اعتماد میخوام جلب بشه که اگه شما کمک کنید این پرونده رو در اختیار من بذاریم واسه مصاحبه. بله خواهش می‌کنم آقای سرآبادی. جناب هر پرونده‌ای که آقای سیار میخوان در اختیار شما. خیلی ممنون از همکاریتون. بله من از این برنامه اینا رو بدید ببرم. بیا سیار عزیز میارم شما. اینا آماده است دیگه. میارم. نه بهتون میدم. میدونم. نه. بردارم ممنون میشم ازتون. خیلی سپاسگزارم. آقا قربان شما. دو ساعت من اینجا وایسادم میگم دست به جامونیم. گند زدیم به همه چی رفت. بر نمیداره؟ در دسترس نیست. چرا نمیفهمی داره میپیچونه؟ فقط این بار جای خاموش کردن باتوشو کشیده. میگم خونهشون نبود، نکنه اتفاقی براش افتاده؟ نه بابا اگه چیزی شده بود که زودتر از اینا خبرت میکردن. خدا نکنه. سارا تو میگی من چیکار کنم؟ من میگم خودت به خانوادهش همه چیزا بگو. چه روزه شکدار میگیری رها؟ آیا آینده تو یه سال دوندگی در میونه؟ بهادر گفت به این راحتیه نمیشه به بابا ولی گفت. خب اون بگه، زمین که به آسمون نمیرسه، اول آخر باید بهش بگین. بعدش هم بهادر یه وعده سر خرمن میده، ناراحت نشی ها. ولی رها به بازیت گرفته. آخه تو آخه بیا آخه یهو به خودم هم قصد رفتن از ایران رو ندارم دیگه. فرمون رو دادم دست بهادر هر طرف میره بگردونم. اینطوری هم نیست که تو میگی سارا. چرا دیگه؟ از رفتاراتون معلومه چی هست و چی نیست. یعنی چی؟ یعنی میگی برم به خانوادش بگم؟ معلومه. تو که نمیتونی برو درباشی برای زندگی آینده تصمیم بگیری. میخوای اینجوری ادامه بدی آخرش هم میشه زندگیت مثل مامان و بابات.
تو هستی بهادر نیست، اون هست تو نیستی. پس از همین الان شروع کن دیگه، شاید یه ساعت دیگه هم دیر باشه ها. البته اگه نظر منو میخوای، من دخالت نمیکنم. دخالت نمیکنی؟ این هم حرف زدی تازه میگی دخالت نمیکنم. تو از من میپرسی هی میگی چی کار کنم. خب حالا یه کارش میکنم. سیار هستم از شرکت سیمیتا. بله 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 بله. عزیزم گیر میدی یا گیر بابا اون پول میده واسه چه کار انجام میدی؟ شما پول بده واسه کار انجام میدی؟ آقای مهندس شگینی من با جناقمو میشناسم، اون اونقدر تنبل نمیره سر کوچه 2 کیلو سیب زمینی بخره بعد پاشه بره بنی هاشم سرامیک بخره بیاره بده به شما. با جناق شما پسرخاله من نیستش که آخه. پس پسرخاله کیه؟ پسرخاله ایشونه؟ سلام آقای چگینی. شما سیار هستم آقا باز. سیار نشناختم. من مشاور سیمینتاپ هستم. آقا چه خوب شد اومدی. خدا به شما رو رسون برام. پور وطن مشتری خوب ما هستم. پور وطن چیه؟ تو هنوز اسم منو یاد نگرفتی؟ آقای پور، آقای پور مختار. آقای پور مختار مشتری خوب ما هستم. چی هم مشتریای خوب شما هستیم. اگه مشتری خوب شما بودیم که جنسای خوبم به ما می‌ذاشتی. جنس خوب داشتم دیگه. کجا جنس خوب گذاشته؟ ما هرس نخور آقا، من اومدم اینجا برای بازدید. آقای هوشنگ خان تو جریان هستن؟ هستن، یعنی اصلا مهم نیستن، من مشکلی ندارم. آقا بریم. ببخش من فقط فکر کنم کلیدا الان پیشم نیست، موجود نیست، دست صاحباشه. کلیدا موجود نیست، دست صاحباشه. همین الان به کارگر گفتی سرامیکای سفارشی رو ببره واسه واحد 10. از دیوار رد شه؟ دیدم اینا دیدم اینجا دیدم. آره هستش. آقا هست. دیدی آقا حمله. بفرمایید شما. جواب نمیده؟ نمیگه در دسترس نیست. این همیشه همینجوری ها، چون درگیر کار دیگه، همش رو کار خیمه زد. نمیشه، نمیگیره. آرش من با بهادر کاری ندارم، اومدم با بابا ولی حرف بزنم. زنگ بزن ببین کجاست. بابا ولی؟ آره بر نمیداره. با تو گرم نگرفتی؟ نه من الان نگرفتمش که، من یه رو پیش گرفتمش. من بر دو بار که بهش میسکال بزنی که اصلا دیگه عصبی میشه، چون یه بار رو بزنی یه بار خودش برده. مگه نه شهریار؟ آره آره. دیدی میگه چه کاری با من نداری؟ گفتی کار داری الان. نه. آه خب بس ببینم چه کار داری. یه لحظه من الان برمیگردم. چی میگی؟ من با تو کار ندارم. بابا علیکی گفتم بیام اینجا با هم حرف بزنیم دیگه. میدونی علی میخواد چیکار بکنه؟ چیکار کنه؟ علی میخواد زنگ بزنه آقا جون ملنشه بیاد اینجا. زنگ بزنه. یعنی چی زنگ بزنه آقا جون؟ اگه بفهمه بهادر میخواد بره خارج که سکته میکنه. تلفن. بدیم به من. بله. گوشی. شهریار دوستشه آخه. بیا با دوستت صحبت کن. بیا. آره دوستت صحبت کن. آره. بچه‌ها الو. سلام آقا جون. پس چرا میگی دوستته؟ آخه نشناخت. صدا عوض شده دیگه. نشناخت. الان چی خورده اول سوز داشتم؟ آقای مشاله، این سنگاشو دیدی؟ سنگای همون چه جنس عادی دارن؟ گچبریه اینجا، 10 روز 10 تا کارگر گذاشته اینجا، این آقا
در روز کار کردم برای من یه نصف روز دو تا کارگر رو برده گذاشته اینجا. آقا دل من یکی که که من این آه گشت باره به این آدی چرا؟ بابا خورده کاری بوده پرداخت کرده بوده شما کردی؟ شما بده من برای انجام میدم فرقش چیه؟ پرداخت کرده؟ آقای مشاور با جناق من اصلا پول نداره آخرین دستش از من گرفته چه در من داخت کرده؟ آقا مشکلات تو خدا مشکلات خانواده یه شما چیه؟ آقای مشاور بفهمید این در واحده من بفهمید خوب خودتون نگاه کنید من هیچی نمیگم آقا برادر من آقا خورده کاری یکی مونده خوب اجازه بدید خودشون با دقت نگاه بکنه آقا خوب نگاه کنید نگاه میکنم دیگه من نه با دقت نگاه کنید آقا این عدالته درست میشه خورده کاری بوده همین درست میشه فقط مراقب باشیم اینجا درست میشه ببین شو پورولی رفتیم بیرون میدونم با چه کنم این واحد سه ماه دیازه بود شد سه سال دیگه خرابش میکنم داغو میدم بهت بچرخ تا بچرخیم دادا بیا با این کارها عوض میشه ببخشی دیگه من تو اتاقم درس دارم بوس بده هر چی خواستی من سنه کنم باش آره همش میشن یادتون اون روز رفتیم اونجا آره یادم اونجا بود روی صندلی نشسته بود تا شما خواسته میباشم الو آقا جون سلام آقا جون رفت خوبین؟ آره صدام گرفته اصلا نمی امشب باید یه گزارشی روی تیکه آماده کنم آره 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 لطف کنی از اون از سر چهارا که داری میان عطاری چهار تخمه و تخمه به و اینا برای من بگیری خیلی متشکرم آره 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 الان آقا جون نه آقا جون این حرفا چیه نه رها خانومه به خدا نه با من آقا جون شهریار تو خونه است مگه ای بابا آقا جون خراب شد کوشا اینها رها خانم های حاضر اینجا گوشی روبرو کشو کنیم گوشی آقا جون الو سلام بابا ولی حال شما خوبین؟ بله من دو ساعتی هست منتظرتونم به سه روبه دفعه پیش شهریار زنگ زد نگفت بهتون؟ من زنگ نمیدونم بله باشه من منتظرتونم گفتم الان میدم بهتون گوشی رو الو آقا جون آقا اون دیروزیه رو بخواه یارو میره استه آهنگ تایتانیک میذاره غرق میشه آقا شما دریاسی یه روز یه مرده خب میخوره به نرده آقا بیا این اکثر رو ببینید این چیه آقا اینجا چه خبره آقا اینجا چه خبره؟ شما خجالت نمیکشین کار نداری؟ نه داره خستگی در میکنم اگه کارم میکنن که خسته شن نه حالا بیانی گوش کنم زشته آقا اینجا خانوم نشسته نه دایی جان این لحظه تشریف بیاری خانوم از شما معذرت میخوام چی شده؟ دایی شما با این موی سفیدتون از شما بعیده ها بابا یه دقیقه استراحت میکرد حالا به هر این پسر رفته دفتر چگینی زیر زبونشو بکشه چی کشی؟ زهر مار حالا چی کشی؟ چیو چی کشی؟ از زیر زبون چگینی رو میگم نمیدونم دیگه نگران همینم اب نداره بذار تا اینجا بیاد بعد حالیش میگه تحصیل میریم کجا؟ کانادا کی؟ به همین زودی تصمیمو کی گرفت؟ هر جفتم چند وقته؟ خیلی وقته الان یه سالی میشه که داریم کارامونو انجام میدیم چرا با آدارو من نگفت؟ نمیدونم نتونست بگه
خب رها جون میذاشین یهو از ایران میرفتین بعد بهمون میگفتین، طوری نیست. من فکر کردم بهادر زودتر از اینا بهتون گفته. بهی اگه تا الان چیزی به ما نگفته حتما کس دیگه واسش تصمیم گرفته. ناراحت نشی. من گفتم بابا بذاریم بهادر بیام. کی گفتی؟ گفتم. نگفتی؟ نگفتم؟ یه بار فکر کنم گفتم.